بسم الله الرحمن الرحيم. لکچر هفتم، لکچر هفتم در مورد انساج یا تیشوز است. حجرات و انساج است. پیش از اینکه حجرات و انساج مطالعه کنیم، لازم است که یک تعداد مفاهیم در مورد نباتات بفهمیم. نباتات مربوط اردر ببخشید دیویژن مگنیلوفایتا تعلق میگیره که این مگنیلوفایتا به سه کتگوری مختلف دیگه تقسیم میشه. از این جمله باسل انجیوسپرمز است. باسل انجیوسپرم یا انجیوسپرمای باسل یا انجیوسپرمایی که به شکل هرب یا به شکل ببخشید به شکل شراب یا به شکل بوتا بوتا می باشه. این رقم انجیوسپرما رو به نام بازل میگن، بازل انجیوسپرمز. دیگه کتگوری دیگه ایو دایکاتس است. ایو دایکاتس یا به نام یا دایکات معمولی میگن یا براد لیف پلانتس هستن. براد لیف پلانتس به این معنی هستن نباتات که برگایشان عریض یا پهن است. به نمی قسم نباتات ایو دایکاتس میگن. دیگه مونوکاتس هست. مونوکاتس یا یک مشیما که میگن ایو دایکاتس یا دایکاتس خود دایکاتس یا ایو دایکاتس یک مونو یک مفهوم داره، ولی مونوکاتس یا یک مشیما ها یا نارو لیف هستن، یعنی نباتاتی هستن که برگای نارو یا باریک دارن. There are two types of plant bodies. این حال در نباتات از لحاظ تنگ اگه بگوییم، از لحاظ بادی یا جسامت یا تنه نبات بگوییم، این بدو بدون واسطه. یکیش هربیشیس است. هربیشیس یا نوعی که بوتایی هستن، به شکل بوتا هستن یا به شکل علف هستن، علفی هستن. یا رو میگن the primary plant body. Primary plant body is herbaceous. Herbaceous. Herbaceous یا علفی هستن. نوعی دیگه the secondary plant body is woody. نوعی دوم woody یا چوبی هستن که نباتات چندین سال میشن و ای به شکل وقتی که چندین سال از نمو رشد و نمویشان سپری میشه به شکل وودی یا چوب تبدیل میشه. از خود نباتات وودی میگنش. این حال نباتات که هرب است، نباتات که هربیشیس است یا علفی هستن یا هیچ وقت میگه به شکل چوب تبدیل نمیشن و یا and is covered with bark و با پوست چی نمیشن، با یک پوست پوش میشن. نه مثل نباتاتی که چوبی است بارک یا مثلا زایلم فلویا می بود تبدیل میشن. اکثرا نباتات هربیشیس کس یا یک ساله می باشن، انیوال است یا یک ساله می باشن. هربا میتونه که مونوکارس یا ایودایکارس هم باشن، یعنی تمام نباتات هربیشیس همیشه مونوکارس نیستن، همیشه یک ساله نیستن، معمولا یک ساله هستن، ولی میشه که دایکارس هم باشن. خب انواع عمده حجرات و انساج دی سلاید های بعدی ما مطالعه میکنیم. این حال ساقه ها و برگ ها و همچنان ریشه های تمام نباتات یا به طور عمده یا اینمی ساختمان ها رو دارن یا از سیمپل ارگانیزیشن ساخته شدن، یعنی از ترکیبایی که ساده هستن، از اول تشکیل شدن، اول از حجرات ساخته شدن، بعد حجرات کمباین میشن، یکجا میشن، انساج میسازن. این حال به اساس نیچر یا به اساس طبیعت حجرات، به اساس طبیعت دیوار حجروی، اصلا حجرات به این کتگوری های تقسیم میکنن به اساس نیچر یا به اساس طبیعت یا خود دیوار حجروی. حجرات در نباتات به سه کتگوری عمده تقسیم میکنن، یکی پرنکایماس، کولنکایماس و سکلرنکایما. به این سه کتگوری عمده یا رو تقسیم میکنن، البته به اساس دیوار حجروی حجرات که در نباتات تقسیم میکنن به این سه کتگوری تقسیم بندی میشن. اول از این است پرنکایماس. پرنکایما که از حجرات را گفته میشه که تنها دیوار حجرویشان
ابتدایی هستند ولی باریک است. به یک گونه حجرات به نام پارنکایما در نباتات است که میسلولایشان بسیار باریک هستند. اینیا پارنکایما هستند. حجرات پارنکایما است ولی دیوار جلویشون خیلی نازک هستند. اینی سپات یا داغه که میبینین یا نیوکلاس یا موچیشن نشان میده. رد به شکل رد و پینک یعنی به شکل گلوبی اگه بگویم و دیگه به شکل سرخ یا حجرات چیشون نشان میده. نیوکلاس یا هستشون نشان میده. هسته هسته چیشون. رد هسته چاست و نیوکلاسش پینکشون رنگ گلوبیک است چیشون نشان میده. هستشون نشان میده. اناله کتله بزرگ حجرات پارنکایما معلوم دار است که انساج پارنکایما را تشکیل میده. این حجرات یا در اکتیو متابولیکلی یعنی از لحاظ متابولیک اینا بسیار زیاد فعال هستند. این حجرات بعد از اینکه نبات سنش زیاد میشه یا میگه اکثریتشان زنده باقی میمانند و وقتی که پخته میشن یا به حجرات از جا زنده میمونه ولی یک تعداد حجرات است که بارزی که نباید به پختگی میرسه او حجرات از بین میره ولی حجرات پارنکایما یا زنده باقی میمونه. حجرات پارنکایما یک تعداد حجرات مخصوص هم دارن که به کاتگوری دیگه تقسیم شده. مثلا کلورنکایما است. یک نوع از کلورنکایما است که بعدن ما شما مطالعه میکنیم میره. گلندولر سلز. گلندولر سلز حجراتی است که ترشح میکنه مواد ترانسفر سلز یا حجراتی که مواد انتقال میده و دیگه فلویم است که حجرات وایوی است. از جمله حجرات وایوی است که دو شامل میشه یکی مثلا زایلم است ولی نو زایلم در بخش پارنکایما شامل نمیشه. خب در سپیشلایز پارنکایما گفتیم یا پارنکایمایی که مخصوص بود یا سپیشل بود پیشتر دو جا گفتیم یکیش کلورنکایما و دو جمله حجرات کلورنکایما است. حجرات کلورنکایما در این حجرات چون حجرات از جمله حجرات است که در اینجا فوتوسنتز صورت میگیره یعنی رنگ سبز است. از مو خاطر کلورنکایما سعی کنین کلو از کلوروفیل گرفته شده یا کلوروپلاست گرفته شده کلوروفیل گرفته شده و کایما شما از این پسوند از این آخریش است. از خاطر کلورنکایما نوع پارنکایما است که در این عملیه فوتوسنتز صورت میگیره. از مو خاطر یه را میگه فوتوسنتیتیک پارنکایما میگه خود نوع کلورنکایما را. یا حجرات هستن که دیوارشون نازک است و اجازه میتن که روشنی آفتاب دی جذب شه و کاربن دای اکساید از طریق کلوروپلاست یا چی میکنن عبور میتن یا انتقال میتن. خب اینا حجرات که پیگمنت شده هستن سبز هستن با مواد ملونه سبز یا پر میباشن یا را هم پارنکایما میگن. پارنکایما اینا را اینجا ببینین ای انتر سلولر سل سپیسز در بین حجرات که مو سپیسز یا فضایی که در اینجا خالی است اینجا نشان داده شده ولی اینی حجرات که میبینین یا کلوروپلاست هستن کلوروپلاست یا مواد ملونه دارن که نوی پارنکایما است. از امو خاطر میگن که اینمی تین والز حجرات که امی دیوارایی که زخیم است نازک هستن ولی رنگ دارن یا از امو خاطر خودمی پیگمنت چون پیگمنت دارن پارنکایما را نشان قادر به این میسازه که دیده شوه. اگر این مواد ملونه دینمی دیوارای نازک نباشه یا واضح دیده نمیشه پس اینمی نقاط که رنگ هستن ملونه با مواد ملونه پر میباشن یا پارنکایما را قادر به این میسازه که ما شما دیده بتانیم که رنگ سبز نشان میده. خب نوع دیگه ایزی گلندولر سلز کس یا ترشح میکنن چیره ترشح میکنن یا سکریت میکنن یا بعض مواد چی میکنن افراز میکنن یا ترشح میکنن. از اون جمله مثلا نکتار است. نکتار هم شیره که در گل میباشه نکتار است. مواد مرغوب ماده مرغوب از در گلا که حتی یک تعداد پرنده ها یا حشرات باعث جلب توجه حشرات میشن. فرگرنس یا ماده مثل عطری یا خوشبویی را این نباتات از طریق نمی حجرات ترشحی یا گلندولر یا افراز میکنن. موسیلیج است یک رقم مواد
لاس جیاس تک چسبناک مانند است که از طریق بعض نباتات از طریق ساقش یا افراز میشه. ریزینز یک نوع دیگر از مواد لزجی چسبناک است که در بعض نباتات جنگلی و حتی در نباتات چندین ساله که هورتیکالچری سازی افراز میکنن. دیگه گلندولر سلز اویلز یا روغن یا شمع هم چی میکنن؟ روغن ترشح میکنن. اینی حجرات شکل کس ای شکل که میبینین این دیجا مثلا نگه ریزین کانل سنترال اکتیویتی دیی از ایجا از این ریزین چی میشن ای حجرات گلندیولار هستن که از این طریق حجرات از این حجرات مواد لزجی افراز یا سکریت میشن یا ترشو میشن این گلندیولار پارنکایما سل هستن اینجا که نشان داده شده گلندیولار پارنکایما سل ما گفتیم که گلندولر سل کس یک نوعی از حجرات پارنکایما است که مواد ترشح میکنه پس این همین خودش گلندولر سل است که توسط حجرات تک والد سل اینی حجرات تک والد سل است تک والد سل به این معنی که حجراتی است که زخیم هستند توسط دیوار حجروی زخیم احاطه شده ولی گلندولر سل کس نوعی از پارنکایما است که دیوارش آنقدر زخیم نیست بلکه باریک است نوع دیگهش کس ترانسفر سلز است که یا از طریق از این مواد انتقال میکنه اینی نوعی از ترانسفر سل است اینی ترانسفر سل است این والش است یا دیوارش است مثلا دیجا بین از یا میدل لامیلا قرار گرفته که میدل لامیلا ما گفتیم که بین دو حجره مواد انتقال میتا یا پلازمودسماتا است پلازمودسماتا خودش هم مواد انتقال میتا بین دو حجره است پس ترانسفر سل حجراتی است که میدییت میکنه مواد یعنی انتخاب میکنه به شکل انتخابی که باشه از یک حجره به حجره دیگر مواد ترانسپورت میکنه یا انتقال میده این حالی حجرات کس کلان است و یا پلازما ممبران دارن که از خود یا مولیکولر پامپس دارن یعنی مولیکولر پامپس به این معنی که مواد را که انتخاب میکنه انتقال میده توسط نمی مولیکولر پامپس گرفته میشه و انتقال داده میشه پش میشه خب از جمله از جمله اسپشیالایز پارنکایما یا پارنکایمایی که مخصوص است یکی از او فلویم است ما شما گفتیم که چند دونه بوده فلویم از نو دیگه پارنکایما است این حال فلویم کس مثل ترانسفرسل کار نمیکنه فلویم کس از یک قسمت نبات مواد انتقال میتا مواد غذایی را از یک جا به جای دیگر بسیار به جایی که لانگ دیستنس باشه جایی که دور باشه به فاصله های دور مثلا از یک قسمت نبات به قسمت نبات دیگر قسمت نبات چی میکنه انتقال میتا پس وظیفه فلویم اینه می هست حجراتی هست وقتی که چندین امی حجرات فلویم یک جای میشه خواهد معلوم داره که تیشوی و انساج داره می سازه پس یا وظیفه انتقال مواد از یک جا به جای دیگر ولی به فاصله های دور است خب اینا بعضی حجرات پارنکایما کس بعد از اینکه نبات به پختگی میرسه یا اینکه نبات از بین میره یا باز میشن و مصاحب باز تشکیل میده از بین میرن خب حجرات پارنکایما نسبتا اینا با آسانی چی نمیشن اقدر با سهولت یا ایجاد نمیشن دیوارهای زخیم باریک اینا عمدتا از قسمت کمی از گلوکوز است که یا وقتی که توسعه پیدا میکنن یک جا میشن پلو دو پلو قرار میگیرن اینا همی حجرات دیوار باریک از حجرات پارنکایما را میسازن اینا بعضی حجرات که بعضی برگایی که سافت هستن یعنی لشم نرمتر هستن شفاف هستن باریک هستن اینا برگای یا این گونه نباتات یا حتما از چی ساخته شدن قسمت عمده شان یا به طور عمده یا به طور کل از پارنکایما ساخته شده اما نباتاتی که برگایشان بسیار باریک هستن شفاف هستن نرم هستن یا سافت هستن یا از حجرات پارنکایما ساخته شده
خب نوع حجرات دیگر کولن کایما است. کولن کایما ای از جمله حجراتی است که دیوارشان باریک هستند که بعدن اول خود دیوار باریک دارن بعدن ای تکن میشه یعنی زخیم تر میشه. در اول دیواری هستن دیوار حجرویشان باریک است ولی بعدن یا باریک نمیشن بلکه زخیم میشن. ولی برخلاف از یا پارنکایما که بود دیوارشان در تا به آخر چی میمانن نازک میمانن. اینمی کارنکایما بر نبات خاصیت پلاستیسیتی را میتن، خاصیت را میتن که نبات اگر مثلا یک خمچه یا یک قسمت نبات ساقی نبات اگر کش کنیم پس به حالت معمولیش برمیگرده. یک خاصیت پلاستیسیتی را بر نبات میتن که بر نبات استقامت عطا می باشد. خب اینال حجرات کولنکایما در قسمت پایینی اپیدرمس است. اینی جگه شما اپیدرمس رو ببینید، قسمت بالایی نبات است اپیدرمس است، در قسمت پایونیش کولنکایما است. اینا اینی جا واضح تر است چون اینجا اسکروسکشن نبات گرفتن در اینجا یک قسمت دیگه کت کردن و اینجا با شکل واضح نشان دادن. در این قسمت اگر بالا اپیدرمس است، در قسمت پایین ازی در این قسمت ها حجرات کولنکایما است. و یک از وظیفه دوم از یایی است که یا واسکولر بندلز یا منساج وایهی که شامل فلویم و زایلم و فلویم است یا رو سپورت میکنه یا رو حمایم. وظیفه دومشون اینه است از کولنکایما. حجرات دیگه سکلرنکایما است که نو سیوم رو گفته بودیم و شما سکلرنکایما. Sclerenchyma has a primary wall and a thick secondary wall that is usually lignified. این حجرات هم primary wall دارن و همچنان یک primary wall دارن و دیگه thick secondary wall دارن یا دو رقم wall دارن یا دیوار دارن. دیوار اولشان ابتدایی است و دیوار دومشان thick یا زخیم است دیوار دومیشان و یا همیشه lignify می باشن یعنی مثل سخت مثل چون از سلولوز تشکیل شده یا مثل چوب بره میشن تقریبا مثل چوب بره میشن و یا دیوارای از یک است یا الاستیک است به شکل الاستیکی دارن خاصیت الاستیک دارن که وقتی که چوب از یک قسمت کش کنی پس به حالت دومی خود برمیگرده و یا زود تمش کنن. بنابراین هم سکلرنکایما این میگه که سکلرنکایما سپورتس دی پلانت بای ایتس استرنت یعنی بنابراین هم خاصیت مستقامیت برش میبخشه ایمایه میکنه که نبات مستحکم باشه قوی باشه و در مقابل خصوصا فشارهای میخانیکی و بیرونی. این حجرات در وقتی که نبات به پختگی میرسه از بین میره میمیره و دو رقم است سکلرنکایما. دو رقم است، یکی کاندکتیو است و دیگه میکانیکال است. کاندکتیو اونمو است که انتقالی است، مواد انتقال میده، در انتقال مواد رول داره. نو دومش کس میکانیکال یا میخانیکی است. خب میکانیکال سکلرنکایما کس یا به شکل چوبی و فایبر هستن و یا طویلتر و یا دراستر هستن یا و همچنان فلکسیبل هستن. فلکسیبل به این معنی که انعطاف پذیر به هر شکل یا تغییر شکل نه به این معنی نیست که تغییر شکل کنه، شکل خود تغییر بده. به این معنی که وقتی که ما دست میزنیم به این و حجرات یا انساج ایره خوانساج یا ای ارگانایزی این نبات اما قسمت نبات که با ازی حجره ساخته شده یا ازی انساج ساخته شده اگر ما فشار بتیم به مو شکل باقی میمونه یعنی نمیشکنه یا اینکه قاط نمیشه. یک خاصیت فلکسیبل داره یا خاصیت منیتاف پذیری داره. خب سکلرایتس چی نمیگن؟ سکلرایتس اونمو نوع حجرات را میگه که یا انساج را میگه که حجراتشان از سکلرنکایما ساخته شده باشن و بعضی وقتا هم سکلرنکایما را سکلرایتس هم میگن و یا کس میگه شارت است کوتاستن یا شبیه خاصیت قطری دارن، شکل قطری را دارن، دایمتریک دارن، ایزو دایمتریک یعنی مشابه با دایمتریک هستن. و اینا لینی سکلرایتش کس مثل ای خاصیت که میکانیکالی که سکلرنکایما داره ای مثل زی نداره. یا این فلکسیبل هستن یا بریتل هستن. یا بریتل بیمونه که شکننده است. خب نوع اولش گفتیم که فلکسیبل بود، انعطاف‌پذیر بود، به هر شکل تغییر میکرد، قاط میشد ولی نمیشکست.
ولناو دو مشکس انفلیکسیبل است که غیر انتها پذیر است بایی منو که بریتل است یعنی شکننده است مشکنه خو سکلن کای ما کس ما گفتیم که بیشتر از فایبرها ساخته شده که مخواست چوبی رو برنه باید میتن که در استقام هم رول داره اینجا میگه که small plasmodesmata rich areas must remain free of the secondary wall یعنی اینو مخواستش که مواد انتقال میتن ولی به شکل چوبی تبدیل نمیشه یا مساحه است که در اوجه پلازمودسماتا است یعنی ما گفته بودیم که پلازمودسماتا اونمو قسمت از نباتی است اوجنات است که مواد انتقال میتن زد وجه باجری دیگر یک روزانه وار است که انتقال میتن مواد این حاله در وجرات اسکلینکای ما هم دونمو ساهایی که پلازمودسماتا بیشتر دیده میشه اینا یا میگه دیوال دبل ندارن دیوال دبل یا زخیم ندارن دیوال دومی ندارن اینا دیز بیکم نارو پیتس این دی سیکندری وال اینا نمی ساها که در اوجه پلازمودسماتا هست و دیوال اجراوی دومی دارن که دیوال ببخشن دیوال دوم اجراوی ندارن اینا میگن به شکل مغز یا مغز چوبک است مغز چوبک است یا به شکل باریک باقی میمان به شکل مغزهای باریک که دیوار دومی ندارن Two pits are called pit pairs Two pits دو مغزی که پلو در پلو هستن یارا pit pairs میگن در نباتات خصوصا در نباتات چوبی چندین ساله ما گفته بودیم که سکلنکای ما دو نوع هست یکی میکانیکال هست دیگه کندکتیو هست در بخش کندکتیوش یا کندکتینگ سکلرنکایموک است یا مواد انتقال میتن خصوصا یا آب انتقال میتن در کندکتینگ سکلرنکایموک و از جمله چی است؟ تراکری الیمنتس آف دی زایلم یعنی زایلم مربوط از یا میشه یکی فلویم بود یکی زایلم است که زایلم مربوط چی میشه؟ مربوط سکلرنکایموک میشه